Hallihallo! Wir können uns beim logisch. Logisch denken, logisch reden, logisch handeln. Manteri harfbesan, manteri fekon, manteri raftorko. خب، گفتیم که لوگیش یک صفت هست و میشه منطقی. غیر منطقی میشه اون لوگیش و منطق میشه دوگیک، دی لوگیک، منطق. حالا بریم سراغ مثالا. میگیم لوگیش دنکن، منطقی فکر کردن، لوگیش ردن، منطقی حرف زدن، لوگیش هندل، منطقی رفتار کردن. حالا به یک نفر میخوایم امر کنیم، به یک نفر بگیم منطقی حرف بزن، منطقی فکر کن، بهش میگیم دنک لوگش، غیر لوگش، منطقی حرف بزن، منطقی فکر کن. حالا میگیم منطقیه، مسلمه که اینطوره، کاملا مشخصه که اینطوره. میتونیم بهش بگیم نالوگیش، نالوگیش، منطقیه. یا میتونیم بگیم زلبست فرشتندلیش، زلبست فرشتندلیش. یا میتونیم بگیم ناتورلیش، طبیعتا، مشخصا. ستاش مترادف هستن برای تأیید منطقی بودن و صحیح بودن یک چیز. حالا میخوایم بگیم که اون شخص، یک نفر یا اون مرد منطقی هست. فعل زیش به موهن یعنی به خود زحمت دادن. آلمانی میگه به موت زیش، اون به خودش این زحمت رو میده که لوگیش سوزن، منطقی باشه. ولی معنای تحت و لفظیش که توی فارسی ما میگیم میشه که اون همیشه منطقیه. بموت زیش لوگیش سوزن، اون به خودش این زحمت رو میده که منطقی باشه. یا میخوایم بگیم فلان چیز منطقیه. چی همیشه با منطق همراهه؟ ریاضیات. میگیم ماته ایست لوگیش، ریاضیات منطقی هست. 2 به علاوه 2 همیشه 4، هیچ وقت 5 نمیشه. حالا میخوایم بگیم که بر اساس منطق من این قضیه معنایی نداره، مفهومی نداره. میگیم nach meiner Logik، چون گفتیم دی لوگیک هست، میشه nach meiner Logik macht das keinen Sinn، این هیچ مفهومی نداره، معنا نداره. nach meiner Logik macht das keinen Sinn. خب بریم سراغ یه چند تا مثال سختتر، شاید لول B2 یا C1. میخوام به یه نفر بگیم منطقی باش، تو این کار رو نمیتونی اینطوری انجام بدی. بهش میگیم bitte sei logisch، یا sei bitte logisch. Das kannst du so nicht machen. Das kannst du so nicht machen. یا میخوایم بگیم اگر آدم منطقی فکر کنه این نمیتونه اتفاق افتاده باشه. اینو خیلی شاد کارگاه ها بگن. میگیم لوگیش گداخت، لوگیش گداخت، اگر منطقی فکر کنیم کن اس زو نیشت گشهن زاین. گشهن زاین یعنی اتفاق افتادن، رویداد پس انجام شدن، اون اتفاق صورت گرفتن. میگه لوگیش گداخت کن اس نیشت گشهن زاین، این اتفاق نمیتونه افتاده باشه. یا میخوایم بگیم یک نفر برامون یک موضوع رو خیلی منطقی روشن کرد. میگیم هات میر گانس لوگیش داس تما ارکلیرت. هات میر گانس لوگیش داس تما ارکلیرت. حالا میگیم اگر آدم
یک موضوع رو خیلی منطقی بررسی کنه، یه سری مشکلات یا یک مشکل میتونه پدیدار بشه، تو چشم بیاد. تو چشم اومدن میشه auffallen که فعل جدا شدنی هست. پس میگیم wenn man logisch das Thema betrachtet، اگر آدم یک موضوع رو خیلی منطقی بررسی کنه، betrachten بررسی کردن، dann fallen einem die möglichen Probleme auf، یکی از اون مشکلات تو چشم میان، به نظر میان. Wenn man logisch das Thema betrachtet, dann fallen einem die möglichen Probleme auf. امیدوارم از درس لذت برده باشیم. برای فعل امری چطوری بسازیم، جملات امری رو چطوری بسازیم، یک ویدیو دارم که دسترسی بهش رو براتون آسون کردم. این بالا میتونید کلیک کنید و مستقیم به ویدیو وصل بشید، یا اینکه پایین ویدیو تو بخش توضیحات اون رو میذارم و میتونید بهش دسترسی داشته باشید. راه دیگه‌ای که بتونید شما به همه ویدیوهای من دسترسی داشته باشین، علاوه بر وبسایت www.yadgiri.de، این هست که یک ایمیل به این ایمیلی که این پایین میفته قرار گرفته در واقع بفرستین تا من لیست تمام ویدیوهام رو براتون ارسال کنم. اونجوری خیلی راحت میتونید به همه ویدیوها یک نظر کلی داشته باشین، اون ویدیویی که ممکنه به نظرتون مفید باشه براتون رو راحت پیدا کنید و ببینید. امیدوارم از ویدیو لذت برده باشین. بریم سراغ ویدیوی بعد، در واقع فردا. خداحافظ.